نام آن که در بدایت، بدایت همه چیز و در نهایت، نهایت همه چیز اوست. ای خدای پاک و بی انباز و یار، دست گیر و جرم ما را درگذار. یاد ده ما را سخنهای رقیق، کان به رحم آرد تو را ای خوش رفیق. گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن، مصلحی تو ای تو سلطان سخن. کیمیا داری که تبدیلش کنی، گرچه جوی خون بود نیلش کنی. این چنین میناگری ها کار توست، این چنین اکسیرها زسرار توست. اللهم ارزقنی حبک و حب من یحبک و حب من یقربنی الی حبک و اجعل حبک احب الی من الماء البارد. از دعاهای پیامبر اکرم است. میفرماید خدایا روزیم بفرما محبت خودت را و محبت کسی را که تو را دوست می‌دارد و محبت کسی را که مرا به محبت تو نزدیک می‌کند و قرار ده برای من محبتت را گواراتر از آب سرد و خنک برای انسان تشنه. خدمت همه شما عزیزان و سروران گرامی سلام و احترام دارم. سلامی الهی و جاودانه که می‌فرماید و اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسه الرحمه. هنگامی که بندگان من برای درک آیات الهی حاضر می‌شوند، بر آنها سلام کن و بگو که خداوند رحمت را بر نفس خود ثبت و واجب کرده است. حضور شما را در این محفل روحانی و معنوی گرامی می‌دارم. همانطوری که استحضار دارید، موضوع سخن ما آداب سلوک معنوی و اعمال عرفانی است. بحث ما منتهی شد به بیداری اهل دل از اون خواب غفلت. انسانی که تحت اون جذبه ربوبی قرار میگیرد از یه خوابی بیدار میشه و به این خواب تعبیر میشود به تولد دوم. کسانی که دچار ایقاظ شدن، یعنی یقظه و بیداری، صفات این بیداران رو خدمت شما گفتگو میکردیم. به صفت ششم رسیدیم که قیامت برای اونها نقد است و پنجره هایی رو از قرآن معرفی کردیم که این پنجره ها ابعاد قیامت رو برای ما مشخص میکنه. دیشب به صفت شونزدهم در قرآن رسیدیم و من میخوام در همین واژه امشب مطالبی رو در حاشیه این واژه تقدیم شما کنم. گفتیم شونزدهمین عنوانی که در قرآن کریم برای اون رستاخیز انسان قائل شده یوم الطلاق است، یعنی عالم طلاق، طلاق با ته دو نقطه، یعنی عالم طلاقی و ملاقات و لقا. خدمت شما عزیزان عرض کردم این بچه ها رو اگه بیرون کسی تذکر بده. خدمت شما عزیزان عرض کردم که طلاقی سه قسم است. طلاقی یعنی همون ملاقات، طلاقی انسانها با انسانها در قیامت، طلاقی انسان با قدوسیان و کروبیان، اما از همه مهمتر طلاقی انسان با حضرت حق است، ملاقات با خداوند. این ملاقات با خداوند یه بحثی است در عرفان. در قرآن هم خداوند و عناوین مختلف این لقاء الله یعنی ملاقات با خدا رو معنا کرده. این لقاء خدا در قیامت یک اصله و اینکه آیه رو خوندم قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله. اما در این دنیا هم برای اهل یقظه یه رشحه، یک بهره از این لقاء محقق میشه. لقاء خدا یعنی این که خدا یه نوری نیست، یه قلمبه نور. ما تصور حاجی علی خانومی نداشته باشیم که یه خداوند یه قلمبه نور اون بالا
و ما هم با او ملاقات میکنیم، ما قلم به نور رو میبینیم، بلکه ملاقات یه ملاقات باطنیه، ملاقات قلبیه، ملاقات وجودیه، ملاقات شهودیه. این ملاقات، ملاقات با اسماء و صفات خداوند است. یعنی در حقیقت من به خودم برمیگردم و به یک زبان ساده وقتی که ما در هر دینی میگیم خدا یعنی مجموعه همه خوبی ها، وقتی که اون صفات در جان من تجلی کرد، همون اسمایی که خداوند وقتی که آدم و انسان میخواد مسجود ملائکه بشه میفرماید و علم آدم الاسماء کلها، انسان صاحب اسماء خداست، بالقوه، بالقوه ها یعنی استعداد این اسماء در ما هست. یک تخم مرغ بالقوه جوجه است، شما بالقوه خلیفت اللهید، بالقوه اسم اللهید، بالقوه تمام اسماء خدا در وجود انسان منتبع است بالقوه. این انسان اگر این اسماء رو در خود شکل داد به ملاقات کریم میرسد، به ملاقات رحیم میرسد، به ملاقات ستار، به ملاقات غفار، یعنی خودش میشه رحیم، خودش میشه کریم، خودش میشه ستار و واجد اون اسم میشه، نه اینکه اسمش غفار باشه. مسما و وجودش متحول میشود به کرم، به رحم، به غفاریت، به عشق، به همه اسما و صفات حق که به ما اجازه دادن. این معنای ملاقات با خداوند است. خب این در قیامت به یک نحوه ظهور تام برای ما تحقق پیدا میکنه. اما در این عالم هم کسانی که سلوک الالله میکنن، که ما داریم از اونا صحبت میکنیم، یعنی کسانی که میخوان به عرفان برسن، کسانی که میخوان به اون اطمینان قلب برسن، در اونجا جوهر اصلی حب به خداوند و عشق به خداوند و انس به حضرت حق است. یعنی جوهر عشق دیگه. عرفان وقتی که داره مطرح میشه، عرفانی که ما داریم از او صحبت میکنیم، عرفان عاشقان است. الهی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک احلا لعباده. معناش اینه، یعنی خدایا من تو رو به خاطر ترس از جهنم نمیپرستم و به خاطر طمع در بهشت نمیپرستم، اگر با تو اتصالی و ارتباطی و اتحادی دارم به خاطر این است که بل وجدتک احلا لعباده، تو اهلیت برای عبادت و عبودیت داری. یعنی من عاشق این عبودیت هستم، عاشق که طمع نداره، عاشق که حرکتش بر اساس بندگی نیست، بنده نیست، بنده به اون معنایی که بگیم. عرض میکنم که اول صحبتم روزهای اول عرض کردم که امیرالمؤمنین میفرماید گروهی خدا را میپرستند به خاطر ترس از جهنم، عبادت اونها عبادت بردگان است، و گروهی میپرستند به خاطر طمعی در بهش، عبادتشون عبادت تجار است. تمام کسانی که با خدا معامله میکنن و خدا را وسیله قرار میدن برای اهداف خودشون، اونها تاجران هستن، اونها عارفان نیستن، اونها عاشقان نیستن. عاشق آن است که من طلبنی وجدنی و من وجدنی عرفنی و من عرفنی احبنی و من احبنی عشقنی و من عشقنی عشقتهو و من عشقتهو قتلتهو و من قتلتهو فعلیدیتو و من علیدیتهو فعندیتو. هر کس طالب من باشد مرا پیدا می کنم، عارف به من می شود. هر کس عارف به من شد محبت به من پیدا می کنم. هر کس محبوب، هر کس محبت به من پیدا کرد، من محبت به او پیدا می کنم. عاشق من می شود، عاشقش می شود. و من عشقنی قتلن و من عشقنی، بله، و کسی که عاشق من شد عشق قتلته، من او را میکشم. کشتنم نه به معنی که خدا ما رو میکشه، یعنی نه، کشتن یعنی دست برداشتن از این خود کاذب و از این خود پنداری. خب اینها رو من قبلا هم خدمت خانم ها و آقایون عرض کردم. امروز میخوام در این ملاقات با حق، که ملاقات با خداوند یعنی شهود تام، نهایت درجه عشق است. در عرفان گفته می شود نهایت درجه عشق شهود است. خب این لقا چیه؟ وقتی که کسی رو دوست داره، وقتی که عاشقی معشوقی رو میخواد، یه حبیبی محبوبی رو میخواد،
مشتاق ملاقات با اوست. یعنی مهمترین پدیده در عشق ملاقات با محبوب است. تو بحث اتحاد عاشق و معشوق وقتی که بحث میشه، عاشق میخواد به ملاقات معشوق خود برسد. این ملاقات با معشوق که در دنیا داریم بحث میکنیم، در همین کسانی که اهل یقظه هستند، چه نشانه هایی دارن؟ این نشانه ها رو من امشب بگم در بحث یوم الطلاق و لقاء الله و ملاقات با خدا، اینها چه نشانه هایی دارن. خب اولین نشانه ای که موضوع بحثمون تو بحث لقاء الله، صفات مشتاقین به لقاء الله هست. اولین صفتی که اینها دارن مرگ اندیشی و استعداد برای مرگ است. من اول برای شما یک تصویری رو ارائه میدم در قالب یه مثال خیلی کوتاهه. شما تصور بفرمایید که دو طفل معصوم محبوسن در رحم مادرشون. دو طفل معصوم و محبوس، اینا محبوسن در رحم مادرشون. یکی از این دو طفل اسمش روح است و دیگری اون طفل اسمش نفس است. روح به نفس رو میکنه، یه طفلیه در رحم مادر، میگه که ای نفس ببین یه مطلبی میخوام بهت بگم، اما فکر میکنم که تو نپذیری. اون نفس به روح برمیگرده میگه که خب چیه اون مطلبی که میخوای بهم بگی؟ میگه که من فکر میکنم و یقین دارم که ما از اینجا میریم بیرون، از این عالم رحم، و زندگی پس از رحمی وجود دارد، زندگی پس از مرگی وجود دارد. نفس یه پوزخندی میزنه میگه تو خیلی احمقی، زندگی تو هم اینجاست، دست از این مزخرفات زندگی پس از مرگ بردار، تو چرا همیشه دنبال امور غیر واقعی میری؟ این روح سرشو میندازه پایین و چیزی نمیگه، اما ندای درون او رو آرام نمیگذاره. برمیگرده باز به نفس میگه ای نفس من میخوام یه مطلبی دیگه ای هم به تو بگم. در این عالم مادری هم وجود داره، حالا این مادر باهاشونه ها، میگه در این عالم مادری هم وجود داره. باز این نفس یه پوزخندی میزنه میگه مادر؟ تو کجا مادر رو دیدی؟ همین رشته رو بگیر، مادری وجود نداره. باز این روح در یه گوشه سرشو میندازه پایین، رو میکنه به نفس و به نفس میگه که این حرکت ها و این فشارهایی که بر ما داره وارد میشه و ما رو به سختی میندازه، من فکر میکنم این فشارهایی که بر ما میشه و ما به سختی به حرکت در میایم، من تصور میکنم که اینها باعث رشد ماست و ما رو مستعد و آماده میکند برای مرحله و مرتبه و جهانی که باید به اون جهان ما برسیم. بفرموه بر میگرده به نفس میگه که ای نفس، روح بر میگرده به نفس میگه ای نفس، این فشارهایی که بر ما میاد، این حرکتهایی که ما روی فشار داریم انجام میدیم، اینها ما رو داره مستعد میکنه برای عالمی که به زودی به اون عالم میریم. باز این نفس بر میگرده حرفای روح رو تقطعه میکنه و میگه عالمی وجود نداره، تو خیلی خوشخیالی و اصلا دیگه برای من ثابت شد که تو خیلی احمق هست. و این دیگه این روح سرشو میندازه پایین و دیگه خیلی قصه دار، اما میگه حرف آخرمو بهت میزنم و اون حرف آخر من این استش، تمام این تکابوها و تلاشا و رنجها مقدم است، اینها زندگی ما نیست، همه اینها رحمته برای اینی که ما بالاخره به اون نور هدایت میرسیم و در اثر تجربه اون نور مادرمون رو ملاقات میکنیم و تحت یک جذبه‌ای قرار میگیریم که هیچ وقت تجربه نکرد. شما توجه بفرمایید، این دقیقاً زندگی انسان است، یعنی با مادرشه و تمام فشارهایی که بر او وارد میشه از وجود این مادر است و روزی از این زهدان خارج میشود و به ملاقات این مادر میرود، ولی الان به دلیل اینکه و یحبون العاجله، این نمیتونه چون حب به عاجله پیدا کرده، همطور که دیروز عرض کردم ان هؤلاء یحبون العاجله، حب به این عاجله پیدا کردن، اینها نمیتونن درک بکنن این معنا رو، ملاقات با مادر رو و زندگی پس از مرگ رو.
خب حالا من میخوام این قسمت رو عرض بکنم. اولین نشانه ای که کسانی که به این لقا می اندیشن و به اون یوم الطلاق براشون زنده شده توجه به اون یوم الطلاق و به اون لقا دارن، مسئله مرگ اندیشی و مرگاشامی و ریشخند به مرگ است. و این در نگاه اولیاء ما این چنین تصویر شده است که اونها به مرگ ریشخند میزنن. من یک سخنرانی در آکادمی مولانا کردم که روی سایت مدرسه مولانا هست تحت عنوان مرگ اندیشی از نظر مولانا. چون وقتی که ما میگیم ملاقات با اون محبوب، ملاقات با حضرت حق، مرگ پلی است که او را به این ملاقات میرساند. اگرچه در این دنیا هم این لقا تحقق پیدا میکنه، ولی به دلیل کدوراتی که در دنیا وجود داره این لقا اونطور خالص و صاف نیست. ولی این مرگ را نسبت به مرگ موضعی دارد که مرگندیش است. معنای مرگندیشی یک معنای بسیار گسترده است. اولا در کل زندگی ما این که هر چیزی مرگی دارد، هیچ چیز در این عالم ثبات ندارد، هیچ چیز در این عالم قرار ندارد، همه موجودات بیقرارند. اگر هوا ابر است بیقرار است، آفتاب میشه. اگر آفتاب است مغرور نباید بشی، ابر میشه. جوانی بیقرار است، قدرت بیقرار است، ثروت بیقرار است. این معنای مرگ اندیشی است. اما اون مرگی رو که در اینجا گفته میشود همون مرگی است که در عرض کنم که لسان عرفای ما به عنوان مرگ اختیاری و مرگ استراری نامیده میشه. مرگ استراری یعنی مرگی که به سراغ من میاد، و مرگ اختیاری یعنی مرگی که من خودم انتخاب میکنم، من خودم به استقبال اون مرگ میروم. در مورد این مرگ ما سخن گفتیم. من در اون سخنرانی چند تا دلیل رو آوردم خدمت عزیزان که در پرتو این دلائل انسان مرگاشام میشود، مرگ برای او راحت میشود. به اون سخنرانی ها مراجعه بفرمایید. یکی از اون دلائل این بودش که از نظر اولیاء الهی دنیا و عالم فقط در سطح پدیده‌های ظاهری دنیا نیست، بلکه این دنیا لایه‌های مختلف دارد، بطون مختلفی دارد، و ما الان در یک لایه از این عالم داریم زندگی می‌کنیم، لایه‌های دیگری هم وجود دارد، و ارتباط این عالم با اون عالمی که در بطن همین عالم است یه ارتباط خطی نیست. یعنی اینطوری نیستش که حتما باید این عالم تمام بشه تا ما وارد اون عالم بشیم، بلکه همکنون ما در داخل اون عالم هستیم، همکنون در داخل اون عالم هستیم. مانند یک فردی که در یک چاهی به دنیا اومده اما اون چاه توی باقیه، این حس نمی کنه که الان تو اون باقه، فکر می کنه تمام زندگی او همین چاهه. یا مانند جنینی که در رحم مادر است، با اینکه در بطن همون عالم است اون لایه را درک نمی کند. این رو من بارها عرض کردم. اگر انسان به این معرفت برسد، به این شهود برسد که این عالم لایه‌های مختلفی دارد، لایه در لایه دارد، اکنون که ما در سطح لایه اول داریم زندگی می‌کنیم، وقتی مرگ ما فرا می‌رسد به معنای پایان زندگی ما نیست، بلکه به معنای تولد در سیکل دیگر و تولد در لایه دیگر است. دقیقاً مثل این استش که بچه‌ای که دوقلو هست وقتی که این اولی به دنیا میاد، از نظر اونی که در رحم اون مرده است نسبت به عالم رحم هجرت کرده است، یعنی ولی از نظر کسانی که این بچه رو میگیرن از اون طرف، از منتظر اون بچه هستن، تولد این بچه است. یعنی در یک لایه و در یک سطح مرگ است اما در سایه دیگر تولد است. وقتی که انسان به این لایه ها توجه کند و معرفت پیدا کند، مرگاشام میشود و ریشخند به مرگ میزند. و بعد برای درک اون عالم لزومی نیست که ما حتما به اون عالم بریم. ما ابزاری که داریم برای شناخت فقط برای درک این دنیاست. اگر ابزارهای باطنی ما قوی بشه، یعنی انسان بتونه با خودش کاری بکنه که باطنش قوی بشه، قطعاً اون قیامت را الان مشاهده میکند، کما اینکه در همین بحث یقظه گفتیم و مرتباً از کسانی صحبت میکنند در آموزه های دینی ما که اینها قیامتشون نقد شده است. نکته دیگری که در اون سخنرانی عرض کردم، نمیخوام همه اون رو بگم چون وقت امشب گرفته میشه، این بودش که اون چیزی که باعث میشه که انسان ترس از مرگ نداشته باشد بلکه اشتیاق به لقاء خداوند داشته باشد،
حضور همیشگی و همراهی یک موجود محترم محتشمی که با صفت کرم و لطف و رحمت همراه من است. یعنی این مسئله باعث میشه که من احساس بکنم یه قدرتی همراه من است. شما نگاه کنید، شما همتون تنها هستید، هر چی ازدحام بکنی تو تنها هستی و تنها خواهی رفت. شما میتونی خیلی چیزها رو با دیگران تجربه بکنی، شما میتونی فردا با یه نفر تجربه کنی، با هم دیگه سحری رو با هم بخورید، میتونید با هم افطار رو با هم تجربه کنید، میتونید با هم سینما رفتن رو تجربه کنید، میتونید استخر رفتن رو تجربه کنید. همه چیز رو انسان میتونه تجربه بکنه با هم، اما مرگ رو شما نمیتونی با هم تجربه بکنی. مرگ یک مسئله شخصی است، یعنی تنهای تنها هستم من. ولی اگر این معرفت رو پیدا کنم که یک موجود محتشمی آغوشش رو باز کرده میگه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه والله معکم اینما کنتم، خدا با شماست هر جا که شما باشید، اگه این اعتقاد باشد انسان ریشخند به مرگ میزند و مرگاشام میشود. بنابراین برای کسانی که به این لقاء فکر میکنند، برای اونها مسئله کراهت از مرگ معنا ندارد. اینها شوق به مرگ دارند. در یکی از روایاتی که اینجا براتون نیاوردم عرض میکنم که در یکی از روایات دارد که حضرت عزرائیل ملک الموت آمد حضرت ابراهیم را قبض روح بکند. این در کتاب محجت البیضا فی تهذیب الاحیا مال ملا مستان فیض کاشانی آمده، در اصول کافی این هم آمده. بعد حضرت ابراهیم دید ملک الموت اومده او را قبض روح بکند. فقال ابراهیم گفت یا ملک الموت هل رأیت محبا یمیت حبیبه، آیا دیدی کسی که کسی رو دوست داره او رو بکشه و ببره، یعنی خدا؟ فاوحى الله عز وجل، خداوند وحی کرد به ابراهیم، هل رأیت حبیبا یکره لقاء حبیبه، لقاء حبیبه، آیا تو دیدی کسی که کسی رو دوست داره و از ملاقات او کراهت دارد؟ جواب خدا به حضرت ابراهیم این بود. فقال ابراهیم الان فقبض، همین الان مرا قبض روح بکن، همین الان من این جانی که به عاریت داده میخوام تسلیمش بکنم. حضرت علی علیه السلام در یه جمله میفرماید والله قسم به خدا لبن ابی طالب، به درستی که پسر ابی طالب، آنس بالموت انس به مرگ دارد، من الطفل به صدی امهی، به نسبت به سینه مادر طفل چقدر اشتیاق دارد، فرزند ابی طالب اشتیاقش به مرگ مانند اشتیاق این طفل به سینه مادر. بنابراین نشانه اول در این عشق به خدا و محبت به خدا و ملاقات با خدا این است که بگم مرگ اگر مرد است گو نزد من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ، اوز من منز او جانی ستانم جاودان، اوز من دلقی ستاند رنگ رنگ. پس علامت انسانهایی که این لقا رو نمیخوان این است که از مرگ کراهت دارن. به یک زبانی به شما بگم از مرگ میترسن، ریشخند به مرگ نمیزنن. چرا اینها از مرگ فرار میکنن؟ در آموزه های دینی ما آمده یک، اینها ریشه بسیار قوی دارن در دنیا، حب به دنیا دارن و نمیتونن کنده بشن از اون منافعی که ریشه زده در وجود اونها. و اینها همطور که دیروز عرض کردم اساقلتم الالعرض، اینها چسبیدن به زمین، نمیتونیم اونها رو بکنیم، اینها کنده نمیشن، حب به دنیا دارن، حب به مطلق. اینها دیگه به هر حال در از ریشه اینها باطل هستن، از ریشه اینها آلوده هستن. این قسم اول. قسم دوم، کسانی که کراهت از مرگ دارند، کسانی که کراهت از مرگ دارند اما نه به اون معنا که ریشه عمیق دادن در دنیا، بلکه یک سلسله تعلقاتی که روزه اول من عرض کردم، جاذبه هایی که برای اونها الها ایجاد میکنند، که بحث کردن این است که این کسانی که ترس از مرگ دارند، بله اینا رو بذاریم بعد از سخنرانی، خواهش میکنم 10 دقیقه بعد از سخنرانی وقت رو بذارید. بله اینهایی که ترس از مرگ دارن نه به خاطر اینکه ریشه قوی در دنیا دارن، بلکه یه سلسله جاذبه هایی در این دنیا
اونها رو الهاء می کند. اما دسته سوم، کسانی که به خاطر جنایاتی که کردن یا به خاطر گناهانی که دارند مسئله عملشون مطرح است که اینها شرمگینن، نمیتونن تمنای مرگ بکنن. در سوره جمعه این آیه رو خدمتون آوردم، قل یا ایها الذین هادو، بگو ای کسانی که به یهودیان میگه ولی به همه ما داره خدا خطاب میکنه، قل یا ایها الذین هادو ان زعمتم انکم اولیاء لله، اگه شما فکر میکنید خدا رو دوست دارید، فتمنوا الموت، تمنای مرگ بکنید. قرآن داره میگه تمنای مرگ بکنید. تمنای مرگ یعنی نه که مردم برم خدا از ساختمون ده طبقه پرت کنند. کسایی که خودکشی میکنند هم تمنای مرگ میکنن، نه، استعداد مرگ برای لقاء الله منظور اونه. من استعداد مرگ، استعداد مرگ این استش که من تا یه لحظه دیگه ممکنه نباشم. آماده هستم یا نیستم؟ آماده شو اینجا باید آماده بشه. استعداد مرگ. میفرماید که قل یا ایها الذین هادو ان زعمتم انکم اولیاء لله فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. شما تمنای مرگ بکنید، یعنی مرگ اندیش بشید. ولا یتمنونه بما ابدا، ابدا شما اینطور نیستید. بما قدمت ایدیهم، به خاطر اینکه شما اون چیزی که انجام دادید، قدمت ایدیهم یعنی اعمالی که شما مقدم داشتید در زندگی، فرستادید برای خودتون، اعمالی که شما، چون اعمال ما میفرستیم، مثل که شما میخواید از اینجا سفر بکنید اجناسی رو میفرستید بعد خودتون میرید. بما قدمت ایدیهم والله علیم بالظالمین. این صفت این افراد است در اینجا ذکر میکند خدا. اما نکته چهارمی وجود دارد و اون نکته چهارم این است که عده‌ای از مرگ فرار میکنن و از مرگ میترسن، اما نه به خاطر حب دنیا بلکه به خاطر لقاء خداوند. یعنی اینها آماده نیستند. عرض حالشون این استش که خدایا ما لقاء تو رو میخواییم ولی الان آماده نیستیم. مثل اینکه مثلا یه نفر شما خیلی دوستش داری، به شما زنگ میزنه میگه الان دارم میام پیشت، میگه تو رو خدا الان نیا، فردا هم نیا، این هفته من مووینگ دارم، اصلا آمادگی ندارم، نمیتونم تو رو ببینم، اصلا تو منو ببینه، نمیخوام تو رو ببینم، برای که من آمادگی ندارم. کسانی هستن که زبان وجودشون و قلبشون با خدا این است که اگر ما این مرگ رو نمیخوایم، یعنی نه اینی که لقاء تو رو نمیخوایم، ما لقاء تو رو میخوایم ولی ما آمادگی نداریم، میخوایم اون استعداد مرگ را و اون استعداد لقاء را پیدا بکنیم. صفت دوم کسانی که در این لقاء قیامتشون نقد میشه، کسانی هستن که قلب خودشون رو از هر شاغلی غیر از خدا پاک میکنن، یعنی هیچ چیز نمیتونه اونها رو مشغول بکنه. البته شما ممکنه بگی آقا الان بچه منو مشغول میکنه، نمیدونم نوه منو مشغول میکنه، شوهر منو مشغول میکنه، زن منو مشغول میکنه، قلبمو مشغول کرده. اما این قلب در عرض اراده الهی نیست، این مشغولیت در عرض مشغولیت الهی نیست، این در طول اراده و محبت خداوند است. این به این معناست، یعنی منو از خودم نگیره این مشغولیت. حتی این سخنرانی که بنده دارم میکنم، این سخنرانی برای بنده بشه یک هویت، یک عنوانی که خودمو از خودم بگیره. اگه خودمو از خودم گرفت منو مشغول کرده. حضرت زهرا سلام الله علیها یه جمله‌ای داره که پیغمبر اکرم میفرماید، به حضرت زهرا میگه جبرئیل که الان داره با من صحبت میکنه، این در متون دینی ما آمده، سلام میرساند به شما و میگه هر خواسته ای دارید بگید، تو هر خواسته ای دارید بگو. چون حضرت زهرا یک صدیقه عابده بوده دیگه، مریم زمان خودش بوده. بعد حضرت زهرا میفرماید شغلتنی ان، بله شغلتنی ان مسئلتهی لذت و خدمته. یه من اصلا هیچی نمیخوام، منو مشغول کرده است لذت خدمت و دیدار او، منو از هر مسئله ای و سؤالی و خواسته ای منو مشغولم کرده، من به او رسیدم. من به قول مولانا میگه دیده سیر است مرا، جان دلیر است مرا، زهره تابنده شدم. دیده سیر، دیدم سیر شده دیگه در این مرحله. قلب خود را از هر شاغلی غیر محبوب خالی کنه. صفت سوم، اینها کسانی هستن اگر لقاء خدا رو میخوان، کلام محبوب خودشون رو دوست دارن و
و تکلم با محبوب رو حالا در قسمت بعدیه، هم کلام محبوب رو دوست دارم، چون انسان وقتی که کسی رو دوست داره آثار او رو هم دوست داره دیگه، پس کلام او رو دوست داره. این از نشانه کسانی است که به این مرحله یقظه رسیدن. چهارم، اینها جزو ذاکرین هستند، ذکر محبوب را دوست دارن. دیدید که کسی رو دوست داره مرتبا ذکر او رو میکنه، مرتبا نام او رو بر زبان میاره. نام او رو بر زبان نیاره، در قلبش ذاکر اوست، در فکرش ذاکر اوست. اصلا ذکر یک ذکر باطنیه، ذکر قلبیه. اینها ذاکرن، مرتب ذاکرن، چون هر چیزی چهار وجود دارد. یک وجود عینی، این گلی که اینجا الان هست این وجود عینی گل است، یعنی وجودی که هست، عینی یعنی هست. یک وجود ذهنی، عکس این گل در ذهن شما که شب که میرید خونه یاد این گل میفتید. یک وجود لفظی که میگیم گل، به این میگیم گل، اون میگه فلاورز. عرض میکنم که یک وجود کتبی که مینویسیم گل، اینطور مینویسیم. وقتی انسان عاشق کسی یا عاشق چیزی هست، عاشق همه مظاهر اوست، هم عاشق وجود عینیه، هم عاشق وجود ذهنیه، هم عاشق وجود کتبیه، هم عاشق وجود لفظیه. بنابراین اینها ذاکرن، اینهایی که بیدار شدن در لقاء الله اینها ذاکرن. پنجم از نشانه های عشق به خدا و لقاء به خدا، اینها عملشون خالص است، عملشون خالصانه است. در عملشون شائبه های ریا وجود نداره، خودنمایی و قدرت وجود نداره. من اگر روزه میگیرم، اگر نماز میخونم، برای این نیستش که حرمتی در بین شما پیدا کنم، شهرتی در بین شما پیدا کنم. میگن یه نفر داشت نماز میخون، بعد دید که تو مسجد داشت نماز میخون، دید از پشت سرش سرصدا میاد، بعد خیلی ولزالین و کشید و عربی ها رو درست گفته و سجده شو طولانی کرد که این ببینه من نماز طولانی میخونم. برگشتید که این صدا مال چه، دید به این ستون یه گربه یه دمشه داره میزنه به این ستون، دید برای این گربه، این نماز من برای این گربه خوندم. بله، یعنی وانمود کردن عمل من برای اینکه اشتها رو پیدا کنم. یه کاری من کردم، ریا یعنی اینکه واقعا شما یه کاری کردی، یعنی رفتی 200,000 دلار به جا کمک کردی، اینو تعریف میکنی. بله من رفتم این کارو کردم، قصدم اینه که مشهور بشی. ممکنه تعریف کنی برای اینکه دیگران کمک کنن، اشکال نداره، اما قصد اینه که تعریف کنی مشهور بشی. اینجا عمل دیگه خالص نیست. این که میگه خلوص قبل از عمل، خلوص حین عمل، خلوص بعد از عمل. یا اینکه غیر مستقیم میگی بله افرادی هستن که میرن کمک میکنن، از ما هم گاهی دعوت میکنند. این از ما هم گاهی دعوت میکنن یعنی یه اشاره است. بله دیشب بارون میامد، بله دیشب من بیدار بودم، البته شبها من بیدار میشم برای تهجد و اینها، من بیدار میشم. ببینید این عمل اینطوریه، گاهی از مواقع شما، اینو بنده بارها گفتم، در یک جای آدم سکوت میکنه، سکوت مطلق، اصلا حرف نمیزنه که ریا بکنه، اما قصدش اینه که بگم چه آدم خوبیه، ریا نمی کنه، این ریاکاره. قصدش اینه، قصدش این امور قصدی است. من الان اینجا سکوت، همه شما دارید حرف میزن، از خودتون تعریف میکنه، من هیچی نمیگم، سلام میندازم پایین. چرا تو نیتم چیه؟ میگم بذار ببینن من ریا نمی کنم، من چه آدم خوبی هستم، من ریاکارم، دارم ریاکاری میکنم. عمل خالص خیلی مهمه، که خداوند میگه من جا عبد حسنته فله عشر امثالها. اگر کسی حسنه رو آورد با خودش، اون من به اون 10 برابر پاداش میدم. نه اینکه کارو کرد، نه کارو با خودش بیاره، یعنی تا تو قبر با خودش ببره، برداره ببره. کجا میبره؟ اگه من اینجا یواشکی به یکی کمک کردم، اما اومدم به شما گفتم، قسمم هم این بود که شما بدونید من بخشندم، اینجا دیگه تموم شد، این عمل دیگه از من جدا شده است. اما کسانی که به این یقظه رسیدن، عمل اونها خالص است. ششم، به حقیقت صدق رسیدن. صدق یعنی دروغ نمیگن، دروغ هم نیستن. آخه بعضی ها دروغ نمیگن اما دروغ هن. توجه فرمودی؟ دروغ بودن با دروغ گفتن گاهی از شما میکنه دروغ هم بگید، یه دروغی بگید، حالا دو نفر میخوای صلح بدید دروغ هم بگید، اما خودتون دروغ نیستید. کسانی که چشمشون دروغه، دستشون دروغه، قلبشون دروغه، نمازشون دروغه، عمامه‌شون دروغه، نمیدونم قباشون دروغه، همه چیزشون دروغه، اینا مقام صدق نیستن. اینها به مقام صدیقین رسیدن. هفتم، اینها وفادارند. این خیلی مهمه. عشق وافی است، وافی میخرد، در حیات بی وفا می ننگرد. در عشق وفا هست. وفا یعنی چی؟ یعنی پیمانه رو پر کنی بدی، این وفاست. کسانی که با خدا وفا
میکنن، اوفو به عهدی، اوفو به عهدکم، اوفو به عهدکم در قرآن هستش. هشتم، اینها کسانی هستن که پاکیزه ترین مردم از نظر عمل نیک هستن. اینها کسانی هستن که به اون بیداری رسیدن. نهم، در ارتباط با محبوب یعنی خداوند با صفا ترین مردم هستن. یعنی اگه او رو میخونن با صفا میخونن. اینا چی با صفا میخونن؟ صفا یعنی چی؟ یعنی من شما رو صدا میذارم میگم بیا پیش من. چه زمانی من با صفا هستم که خودتو بخوام، فقط خودتو بخوام. وقتی خودتو خواستم من با صفا هستم، ولی وقتی من شما رو صدا زدم برای چیز دیگه، اونجا دیگه صفا نیست. تمام کسانی که با خدا تجارت میکنن، خدا رو صدا میزنن برای خونه شون، خدا رو صدا میزنن برای دامادشون، خدا رو صدا میزنن برای عروسشون، خدا رو صدا میزنن برای مادر شوهرشون، میگن مادر شوهر مثلا فلان کن، خدا رو صدا میزنن برای عروسشون، خدا رو صدا میزنن برای هر کی، اینا در اینا خوبه، خدا گفته، ولی اینها به اون مقام نرسیدن که او رو میخوان برای چیز دیگه. بله گفتن بله خدا خواسته که بخواید تا بیایید او رو ببینید دیگه یادتون بره. خدا اگر خواسته برای این خواسته، خدا خواسته که بیایید شما مثل بچه‌ای که بهش میگه این عروسک، این ماشین، حالا برو درس بخون، برو اینو یاد بگیر. وقتی که رفت لذت علم رو چشید، دیگه عروسک و اونا رو میندازه کنار. بله به اون مرتبه رو، من مرتبه رو دارم میگم، مرتبه کسی که چیزی رو از خدا میخواد، خود خدا رو میخواد، و مرتبه کسی که از خدا میخواد اما چیزی از خدا میخواد، خدا رو وسیله قرار میده. مثل که شما میخواید میخو به این تابلو رو به دیوار بکوبید، چکش رو برمیدارید تابلو رو میکوبید، بعد چکش رو میندازید اون ور دیگه. بنابراین شما زمانی جانمازتون پهنه که گرفتار هستید، وقتی پول دارید و اینا دیگه جانماز تقریبا جمع میشه. گاهی از موقع از دور یه بای بای با خدا میکنید، اما گرفتار که شدی ام من یجی بول مستر ازاد آهو و یک شف سو. اگه عشقه اونجایی که به داد، اونجا هم بیشتر باید اتصال داشته باشی. پس معلوم میشه که اون وسیله بوده. حالا این وسیله رفت دیگه، فرهادش خوب شد، نمیدونم ایرجش از بیمارستان اومد، نمیدونم این چی شد، دیگه تموم شد، اون میره کنار. گاهی همطوری که یه فیلم سینمایی داری خونه گاهی نگاه میکنی، گاهی هم یاد خدا میفته، حالا یاد هم از خدا بکنی. اینا میخوایم، نمیگم اینا خوش، شاید من خودم هم عمل نکنم، ولی اینا اون مقامی که من دارم ازش صحبت میکنم نیست. همه اینها رو از یک آموزه دینی گرفتم. حب الله، محبت خدا. اذا ازا علا سر عبدن، وقتی که بر سر یک عبدی محبت خدا رفت، یعنی این بیدار شد، اخلعه عن کل شاغل و کل ذکر سوى الله، خالی میشه از هر چیزی که غیر خدا هست. اندهو ظلمه و المحبو، یعنی بله ذکر غیر از خدا در نزد او ظلمت است. و المحبو، کسی که عاشق است، اخلص و سرن، تمام وجودش سرن خالص است. و اصدقهم قولا، به صدق رسیده. و اوفاهم عهدن، در عهدش وفا میکنه. و ازکاهم عملا، پاکیزه ترین عمل رو انجام میده. و اصفاهم ذکرن، و اعبدهم نفسا، عابدترین مردم. تتباهی الملائکه عند مناجاتهی، ملائکه افتخار میکنن به این بنده موقعی که اون داره مناجات میکنه. و تفتخر به رؤیتهی، ملائکه افتخار میکنن ما رفتیم دیدن این آدم. و بهی یعمر الله تعالی بلاده، خدا به وسیله اونها شهرهاش آباد میکنه. و به کرامتهی یکرم عباده، بندگان خودش رو گرامی میدارد. یعطیهم اذا سألوا بحقی، هر موقع از خدا چیزی بخوان خدا بهشون میده. و یدفع عنهم البلایا، خدا بلایا رو از اونها دور میکنه. برحمتهی فلو علم الخلق ما محله عند الله و منزلتهی لده ما تقربوا الالله الا به تراب قدمیه، میفرماید که اگر خلق قدر این انسان‌های متعالی، یعنی اون انسان‌های کامل، اون اولیاء الله را بدانند، خاک پای اونها را توتیای چشم خود می‌کنند. بله دهم، صفت دهم این کسانی که دنبال این ملاقات با خدا هستند، مراد حق را بر مراد خود مقدم می‌دانند. اصلا تو عشق همینه دیگه، عاشق مراد معشوق رو بر مراد خودش مقدم می‌دانند. توی رستوران که میرن میگن آقا شما چی میخورید، میگه ببینید زهره خانم چی میخوره، یعنی مراد زهره خانم مقدمه بر
مراد این است. این مثال ساده است دارم عرض میکنم، مراد او مقدم بر مراد من باید. یعنی من میام میگم خدایا من یقین پیدا کردم که تو به من تو قرآنت گفتی این عمل رو انجام بده، ولی ببین من به نفعم نیست، تو کانادا نمیتونم این کارو بکنم، مراد خودم مقدم بر مراد توست، من تو این نمیتونم. بله من شما، یعنی این الان اینجا علامه طباطبایی میگه کسی که عصیان در برابر خدا میکنه عمدن اون کافره، یعنی در همون حال کافره، در همون حال کافر. یعنی وقتی که من در اتاق در بسته دارم گناه میکنم یعنی کافرم. چرا کافرم؟ برای که میگم خدا نیست که منو ببینه، یا مشرکم، خدا تشخیص داده من این کارو بکنم. حالا میگم درسته شما فرمودید، ولی من نظر من اینجا الان شما نیستی که تو این ونکوور، نظر من مقدمه، برای من نظر من مقدم میشه. میگه نه، مرادی مراد حق را بر مراد خود مقدم میداره. یازدهم، اصلا مرادی در مقابل مراد خدا ندارد، اصلا مرادی در برابر مراد خدا ندارد، همه اسما و صفات در او تجلی کرده است، مثل حضرت زهرا که فرمود من مرادی ندارم. دوازدهم از صفات اینها سرور، یعنی شادی و حزن او در ارتباط با حق است. یعنی چی؟ یعنی چیزی که در دنیا به دست او میدن مسرورش نمیکنه مگر اینکه اونو به خودش نزدیک کنه، اونو نجاتش بده یا اونو به خدا نزدیک بکنه، و چیزی که ازش میگیرن ناراحت نمیشه مگر اینکه اونو از حق دور بکنه. بنابراین یه چنین انسانی اگه همه دنیا رو بهش بدن ها، اگه همه دنیا رو بهش بدن اما او رو از حق دور بکنن، این قصه داره. همه دنیا بهش بدن قصه داره است. شما ممکنه بگی این آدم پیدا میشه. بله تو همین مجلس ما امشب تشریف ندارن اون آقا، یه آقایی هستن بنده علم به این دارم که پیشنهادی بهشون دادن که اوه هزاران هزاران میلیون دلار میتونست فقط یک چشم گوشه چشمشون بده قبول کنه، میامد به حسابش. بله نکردن. بنابراین سرور و حزن او در ارتباط با حق است. سیزدهم، اینها کسانی هستن که شاد میشن بعد از اینکه یه عمل صالحی انجام میدن. وقتی یه نماز خوبی میخونن خیلی شادن، نه اینکه بگن حالا نمازم بخونم راحت بشم، این راحت شدم الحمدلله نماز رو خوندم راحت شدم، نه، سرور بعد از عمل دارن. چهاردهم، این خیلی مهمه، نسبت به جمیع موجودات عشق و محبت دارن، همه رو دوست دارن، همه عالم همه موجودات برای اونها تفاوتی نمی کنند، حتی دشمنشون رو هم دوست دارند، دشمن خودشون رو هم دوست دارند. حضرت مسیح در تعالیم تورات آمده است که شما دوستان خودتون رو دوست داشته باشید، به همسایگانتون خدمت کنید. حضرت مسیح اومد فرمود که آخه این که شما دوستتون رو دوست داشته باشید که هنری نکردید، اگر شما دشمنتون هم دوست داشته باشید و دعا کنید اون انسانیته و اون هنر است. پونزدهم، اینها مطیع پیامبر اسلام هستن، اینا از تو قرآن در اومده. قل ان کنتم تحبون الله، اگر شما محبت به خدا دارید، فتبعونی، تبعیت از من بکنید، یحببکم الله، اگر شما تبعیت از من بکنید خدا شما را دوست داره، و یغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم. پس این توی محبت، محبت دارم میخوام به اون لقا برسم، باید تبعیت از پیغمبر داشته باشم. شونزدهم، مناجات با خدا رو دوست دارم. یعنی چی؟ یعنی خلوت، تو خلوت با هاش مناجاتی نیست که بلندگوی دستمون بگیریم میخواییم اللهم اینی همه گوش کن، نه این مناجات نیست، مناجات به این نمیگن، بلندگوی دستت نگی، اصلا دعا درونیه، دعا خفیش خوبه، نه اینکه هایی سر صدا بکنی، نه این مناجات مثل اینکه شما میخوای با محبوبت صحبت کنی، جلوی جمعیت که نمیتونی بگی که I love you، نمیشه که. شما باید بری در یه خلوتی بگی عزیزم I love you، اینو باید در خلوت بگی، شما جلوی جمع که نمیتونی بگی، میتونی بگی والا من نمیتونم بگی، اینو باید بری در خلوت، خلوت با محبوب و خلوت با معشوق و دوست داره. حالا خدا هم همینو میگه، امام صادق فرمود اوحى الله تعالی الی موسی، خدا به حضرت موسی وحی کرد، کذب، دروغ میگه، من زعم انه یحبنی، که میگه منو دوست داره، فاذا جنه اللیل نام عنی، وقتی شب فرا میرسه میگیره میخوابه دیگه به من کاری نداره.
الیس کل محب یحب خلوت حبیبه؟ آیا اینطوری نیستش که هر عاشقی خلوت کردن با معشوقش رو دوست داره؟ ها خدا میگه ها انا زای ابن عمران، اینجاست که مطلع علی احبائی، من از اینجا طلوع میکنم بر احبای خودم. اذا جنهم اللیل، وقتی که شب اونها رو فرا میرسه، حولت ابصارهم، ببخشید، حولت ابصارهم من قلوبهم، چشمهای اونها رو از قلبشون، یعنی چشم دلشون رو متوجه خودم میکنم. چیکار میکنم؟ و مثلت عقوبتی بین اعینهم، گناهانشون رو جلو چشمشون قرار میدم. اونها یخاطبونی عن المشاهده، با همون چشم قلب منو مخاطب قرار میدن و مشاهده میکنن. و یکلمونی عن الحضور، و با من تکلم میکنن از حضور. شونزدهم که آخریش هست، صفات کسانی که به یوم الطلاق فکر میکنن، از سرزنش هیچ ملامت کننده ای باک ندارن، یعنی به خودشون نمیگیرن. این مسئله خیلی مهم که در سوره مائده آیه 54 هست، آیهشون طولانی هست نمیخونم، میفرماید اونها کسانی هستن که ولا یخافون اللومت اللائم، ملامت سرزنش کننده در اونها خوف ایجاد چیه؟ نمی کند. یه چند بیت از حافظ نوشتم، چند بیتم از دیوان شمس. منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، من عارف شهره شهرم عشق تو را دارم، یعنی همون محبوب ازلی. منم که دیده نیالودم به بد دیدن، چون عاشق تو هستم همه چیز رو زیبا میبینم، اصلا بد نمیبینم. توجه فرمودی؟ بله، اصلا بد نمیبینم. اون شعر چی بود؟ یادم رفت، حافظمونم از دست دادیم، که میگه که از آفرین بر قلم، بر نظر پاک خطا پوشش باد. پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت، آفرین بر دیده پاک خطا پوشش باد. دیده پاک خطا پوش، نه دید خطا میبینه خطا رو میپوشونه، اصلا خطا نمیبینه، چون میگه بر قلم صنع خطا نرفته است. منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم، که در طریقت ما کافریست رنجیدن. رنجیدن یعنی کفر بگی به خدا، رنجی وجود. عاشقم بر لطف و بر قهرش بجد، ای عجب من عاشق این حد روز. اگه میزنه پشت دستم، اون روز گفتم میزنه پشت دستم، دوستم داره، ما چمن میکنه دوستم داره. این معناش اینه. به پیر میکده گفتم، یعنی به اون آدم صاحب عرفان، که چیست راه نجات؟ بخواست جام می و گفت بعد اول مست بشی، و گفت ای پوشیدن، ای به مردم رو بپوشون تا خدا عیب تو رو بپوشانه. مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست؟ به دست مردمک چشم، یعنی مردم چشم از رخ تو گل چیدن. من دارم تماشا میکنم، میخوام با این چشمام گل بچینم، یعنی انرژی بگیرم از تو. به می پرستی از آن نقش خود زدم بر آب. حافظ میگه من رفتم می پرست شدم، نه می یعنی آب انگوری نخورده ها، اون آب انگوری نیست، این می معرفته. من تو معرفت مست شدم، نقش خودم رو بر آب زدم، یعنی از خودم اومدم بیرون، یعنی دیگه دنبال خودم نبودم، منیت نداشتم. به می پرستی از آن نقش خود زدم بر آب، که تا خراب کنم نقش خود پرستیدن. به رحمت سر زلف تو واثقم، من به رحمت تو امید دارم ای خدا، ورنه کشش چو نبود از آن سو چه سود کوشیدن. یه کششی از اون سو هست، اون جذبه‌ای هست که اون یقظه رو در من ایجاد میکند. اگه از اون سو نباشه، از اون سو هست. من اون امید تو در دل من ایجاد کردی، چون بهش میگه به رحمت، اون رحمت میاد دست منو میگیره و میکشه و میبره. خب اجازه بدید این غزل رو هم بخونم، بعد انشالله آماده میشیم برای نماز. حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو.
حیلت، حیلت یعنی فرهنگ، یعنی چاره‌جویی، یعنی دیدید یه کسی عرض میکنم خدمتون که میخواد همه کار بکنه، همه جور تقلب بکنه، اما جز اولیاء الله هم باشه، عاشق هم باشه، نه نمیتونه، نمیشه. حیلت رها کن، یعنی حیله نمیتونی بکنی. عاشقا دیوانه شو، دیوانه شو. این دیوانگی دو تا دیوانگی داریم، یه دیوانگی زیر عقله که با از کف سنگ میزنه شیشه رو میشکنه، اون دیوانگی زیر عقله. یه دیوانگی فوق عقل داریم. دیوانه فوق عقل یعنی چی؟ یعنی من دیوانه شدم، یعنی عقل جزئی من نمیاد هی برای خودم چتکه بندازم، این مال منه، این مال توه، این به نفع منه، به منافع خودم فکر کنم. دیوانه شو، دیوانه شو. وندر دل آتش درا، اونایی که میگن شما تو آتیشی، بیا تو آتیش. کدوم آتیش؟ وندر دل آتش درا، اون آتیشی که تو میسوزی، تو باید بسوزی. چی بسوزه؟ تمام اون مواد اضافی باید در وجود تو بسوزه. حقد بسوزه، کینه بسوزه، حسادت بسوزه، خودخواهی بسوزه، من از همه بالاترم بسوزه، همه این آقا من اصلا مثل من پیدا نمی کنی. ای بابا مثل شما پیدا نمی کنم. این باید بسوزه، مثل من شما مثل من پیدا نمی کنی، این باید بسوزه، بسوز. بله، که سوز تو کارها بکند. وندر دل آتش درا، پروانه شو، پروانه شو. هم خیش را بیگانه کن، از خودت باید بیگانه بشی. اون خود کاذب ها، نه اون خود من که من دنبال خودم هم، اما خود کاذب. شما یه خود کاذب دارید، یعنی یه خود تصوری، یه خود تصویری، یه خودی که از خودم ساختم که همون نیش میزنه به مردم. اون هم خیش را بیگانه کن، هم خانه را ویرانه کن. کدوم خانه؟ خانه کدومی که باید ویران بشه؟ کدوم ها؟ همین بدن، همین نفس، این باید ویران بشه. وقتی ویران شد توش چی به دست میاد؟ گنج توی کجاست ها؟ ویرانه هاست. بله. وانگه بیا با عاشقان هم خانه شو، هم خانه شو. بی خود ادعا نکن، رو سینه را، یعنی قلب تو، چون سینه ها، سینه ها که سینی میارن و این سینی ها آلوده میشه، هفت آب شو، هفت بار باید بری غسلش بدی. از چی؟ از کینه ها. کینه در دلت ایجاد میشه. کینه هم نیست که یکی بابای منو بگوشه من بهش کینه پیدا بکنم، نه، یکی منو دعوت نمیکنه، من تو دلم این با خودم من هست، از من کنده نمیشه، این از من کنده نمیشه، این کینه. بعد اینو پاکش کنی، پاک بشه و بره. به خودم عرض میکنم، رو سینه را چون سینه ها، هفت آب شو از کینه ها. وانگه شراب عشق را پیمانه شو، پیمانه شو. یعنی خودت بشو پیمانه که شراب عشق رو توش بریزن. شراب عشق چیه؟ الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها. حافظ میگه بیا دور بزن، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. اون عشق، عشق معرفت، تو معرفت نمیشه اصلا عشق معنا نداره. اینا عشق نیست، عشق باید بر اساس معرفت باشد. باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی. آدم تو هر جایی بخواد بره باید از هم جنس اون بشه. هر چیزی رو شما میخواید درک بکنی باید از جنس او بشی. وقتی من از جنس او نشدم چی رو میتونم درک کنم؟ من باید از جنس جانان بشم تا معنای یقظه رو بفهمم، تا معنای ملاقات با خدا رو بفهمم. باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی. گر سوی مستان میروی مستانه شو، مستانه شو. حالا دیگه به فکر جیبت نباش، هی فکر چوتکه ننداز. حالا اگه من این کارو کنم چی میشه؟ اگه اون کارو کنم چی میشه؟ بله، میگیم آقا بیا کمک کن به یه کار فرهنگی، میگه تکسش برمیگرده یا نه؟ این اگه اومدی مستانه شو بابا، تکسش برمیگرده چیه؟ آن بله، گر سوی مستان میروی مستانه شو، مستانه شو. آن گوشوار شاهدان، چقدر جالبه، هم صحبت عارض شده. گوشواره اون شاهدا، یعنی اون عاشقا. گوشواره دیدید که گوشواره اینجا که میزنن، الان مردا هم بعضی گوشواره میزنن، چقدر خوشگلم میشن. این گوشواره که اینجا میزنن، این هم صحبت عارض میشه. عارض یعنی این صورت من، این اگه گوشواره بزنم این هم صحبت عارض میشه، یعنی همراهی با این صورت میشه. مولانا میگه اون گوشوار شاهدان هم صحبت عارض شده. آن گوش و عارض بایدت، باید تو لیاقت داشته باشی تا اون گوشواره بیاد. هم صورتت باید لیاقت داشته باشه، هم گوشت، گوش خر نباید باشه.
و مولانا میگه ها، من نمیگم، معذرت میخوام، و صورتت باید نورانی باشه. حالا آن گوش و عارض بایدت دردانش و دردانش، و تو باید مثل در بشی تا اینکه اون گوشواره رو بهت بده. چون جان تو شد در هوا ز افسانه شیرین ما، وقتی افسانه مولانا رو میخونی، غزلیات ما رو میخونی، جونت میره هوا، وای مولانا منو کجا برد. حالا بعد فانی بشی، ول نکنی بیای پایین، باز صبح بدی دنبال اینی که فلان مد کجاست و نمیدونم فلان چیزو آوردن بفروشیم بریم بخریم و اینا. نه نه، این دنبال این نباش، فانی شو و چون عاشقان افسانه شو، افسانه شو مثل مولانا، افسانه شو مثل یوسف، افسانه شو مثل حضرت زهرا، افسانه شو، یعنی افسانه که مردم براتون میگن. تو لیلة القبری برو تا لیلة القدری شوی. این شبا ما باید آماده بشیم برای هفته آینده لیلة القبری، چون تو قبر چیه؟ تو قبر هم تاریکیه، هم فشاره، هم چیزا هست، مور و نمیدونم حیواناتی که آزارمون میده، اینا همه تو وجود ما هست دیگه، هم مار هست، هم مور هست، هم تاریکیه، هم فشاره، هم استرسه، هم استرابه. تو قبری، تو اصلا مردی، تو قبری، تو لیلة القبری برو تا لیلة القدری شوی. چون قدر مر ارواح را، چون در اون شب روح نازل میشه، کاشانه شو تا این روح و ملائکه بیان در وجود تو. اندیشه ات جایی رود، قصه میخوری، همین الان داری به فکر مرگجتی، مولانا میگه همین الان جنشستی های اینطوری نگاه میکنه میگی مرگجمون چی میشه. اندیشه ات جایی رود، وانگه تو را آنجا کشد، زندیشه بگذر، بیا زندگی تو یک کاری کنی که حاکمی برش بشی. چون قضا پیشانه شو قضا که میاد جلوی همه پیشاهنگه، همه رو به هم میده، تو بشو قضا، تو همه چیز رو تغییر بده، از اون قضا و قدر فرار کن، برو به اون قضا و قدر. قفلی بود میل و هوا. اینو بدونید، هر جا قفلی هست حتما چی هست؟ کلیدی هست. بله، قفلی بود این میل تو، این هوای نفس تو، این شهوت تو، شهوت که داره وجود تو میکشه. بله، بنهاده بر دلهای ما قفل زده، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. مفتاح را دندانه شو. تو کلید بشو، اینقدر قفل نباش بابا، کلید باشید، کلید در یه جایی رو باز کنید، دندانه کلید هم بشید در. بنواخت نور مصطفی آن استن حنانه را، کمتر ز چوبی نیستی، حنانه شو. پیغمبر اکرم به یه چوبی تکیه میدادن، به درخت خرمای چوبی، بعد منبر براش درست کردن، رفت دیگه به اون تکیه نمیداد، اون چوب شروع کرد گریه کردن. آه الان ممکنه شما بخندین، بالاخره اون درک داره، شروع کرد گریه کردن. اینا تو عرفان دیگه، مولانا میگه تو از اون چوب کمتری، حنانه شو، یعنی ناله کن، حنانه شو. گوید سلیمان مر تو را بشنو لسان و طیر را، سلیمان میگه بیایید صدای مرغا رو بشنوید، یعنی صدای رمزی، اینقدر حرف نزن، برو دنبال رمز و عرفان. دامی تو، دامی همش میگی من میخوام، دامی، دام شدی میگی من میخوام. چی میخوای؟ مرغ میخوای بیاد تو این دام؟ مرغا ازت فرار میکنن، چون تو دامی، دام نشو، دامی و مرغ از تو رمد. همش میگی میخوام، هی میخوای از دیگران بکنی، هی میخوای مردم، خب نکن این کارو، از تو فرار میکنن. چی شو؟ لانه شو، رو لانه شو، فقط لانه شو، یعنی لانه فقط یه اتاقی بشو، پنجره هاشو باز کن، بشین، بذار وارد بشن، اینقدر نچسب به دیگران. گر چهره بن ما آید سنم، اگه اونی که میخوای ملاقاتش بری چهره کرد بر تو، پر شو از او چون آینه، تو آینه بشو، تمام صفات او در وجود تو متجلی بشه، تو باید آینه بشی. و زلف بکشاید سنم، اگه زلفاشو این معشوق تو، خدا قسمتون کنه، براتون باز کرد، این زلفا رو پریشون کرد، تو باید شانه او بشی. میدونی یعنی چی؟ این زلفا که پریشون میشه علامت کسرته، کسرت در این عالم، این خدا کسرت تو زندگیت میاره، اینجا مصیبت، اونجا غم، اینجا شادی، اینجا پول، اونجا فقر. میگه این موها رو که میبینی تو باید شانه بشی، تو باید بیای هماهنگ بشی، اینا رو شونه کنی، از اون کسرت به این وحدت برسی. گر چهره بن ماویت سنم، پرشو از او چون آینه، و زلف بکشاید سنم،
روشانه شو روشان. این چه زلفای پریشونیه؟ امروز که دادی فردا گرفتی، امروز اینطوری شد فردا. این زلفای پریشونه اونه دیگه، اما بعد به وحدت برسی. شکرانه دادی عشق را، این همه افطاری دادی، نمیدونم پول دادی برای افطاری، نمیدونم به یتیم کمک کردی، به فقیر کمک کردی، دادی آره از تحفه ها و مال هایی که حالا این مال ها انشالله همه مال حلال باشه، من مال خودم عرض میکنم. هل مال را، مال رو ول کن، مال رو نده، خود را بده. اگر راست میگی از خودت بگذر، شکرانه شو شکرانه شو، تو خودت بشو شاکر، میتونی بشی؟ از خودت بگذر، از خودت. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. یک مدتی ارکان بودی، یک مدتی جزء همین خاکا بودی، یک مدتی حیوان بودی، یک مدتی اسپرماتوزید شدی، یک مدتی چون جان شدی. جانانه شو جانانه شو، ای ناطق بر بام و در، چی در تا چی روی در خانه پر. ای ناطق یعنی کسی که هی داری حرف میزنی، هی حرف میزنی، تا کی میخوای این ور اون ور بپری؟ بیا برو تو خونه، خونه خونه توحید، خونه دل، خونه خدا. نطق زبان را ترک کن، نطق زبان رو ترک کن، یعنی نه دیالوگ داشته باش، نه آنالوگ با خودت داشته باش، نه اون توهمات و تخیلات. اونا همه حرف میزنه با شما دیگه، بدبختت میکنه. راجع به من توهم میکنی، من راجع به تو توهم میکنم، این تخیلات میاد، آی بیچارت میکنه. اینا همه میگه نطق زبان را ترک کن، بیچانه شو بیچانه شو. این چونت رو اینقدر حرکت نده. عرض میکنم خدمتون که بیچانه شو بیچانه شو.